در گذشته علیرضا پهلوی به علت خودکشی در سن 44 سالگی ایرانیان زیادی را متعجب و متأثر کرده. او دومین فرزند شاه سابق ایران است که خودکشی می کند. پلیس جزئیات زیادی را در مورد این خودکشی اعلام نکرده. آنچه که معلوم است این است که او در ساعت 2 بامداد روز سه‌شنبه به وقت محلی اینجا در خانه‌اش در بوستون آمریکا با گلوله 7 تیر به زندگیش خاتمه داد. پلیس بوستون که از طریق یک تلفن اضطراری از ماجرا باخبر شده بود، جسد خون‌آلود او را در خانه‌اش پیدا می‌کند. از یکی از نزدیکان خانواده پهلوی نقل شده که او منضبط و مقید بود و مثل یک فرمانده نظامی به زندگی خود خاتمه داد. خبر خودکشی پسر دوم شاه سابق را برادر بزرگش رضا پهلوی چند ساعت بعد در وبسایتش اعلام کرد. با اندوهی جانگداز او میگوید برادرش شاهپور علیرضا پهلوی از آنچه که به ناروا به میهن عزیزش میگذشت سخت آزرده و غمگین بود و هیچگاه خاطره دردناک مرگ پدر و خواهر عزیزش او را رها نکرد. رضا پهلوی در این اعلامیه نوشت که برادرش بسیار کوشید که به گونه‌ای بر این بحران درونی فائق بشود که نتوانست. علیرضا را از بچگی میشناختم، مثل پسر خودم میدودش میداشتم. بی اندازه پسر باهوش، فهمیده و احساساتی بود و پسر با مهربان، فامیل دوست، بی اندازه عشق به پدر مادر و به خصوص به برادرش و خواهرش داشت و از روی احساس زیادی که داشت و احساساتی که داشت این بود که اغلب یه دیپرسن کوچولو براش می آمد، به خصوص بعد از انقلاب. نزدیکان خانواده پهلوی میگن علیرضا بعد از فوت خواهرش لیلا دچار یک دوره افسردگی شد که هیچ وقت او رو رها نکرد. لیلا 9 سال پیش اینجا در این هتل نچندان معروف در مرکز لندن بعد از خوردن چند قرص آرام بخش در سن 30 سالگی خودکشی کرد. خودکشی یکی دیگر از اعضای خانواده پهلوی در غربت بعد از فوت شاه در خارج از کشور برای خیلی از ایرانی ها چرخش تازه است در سرنوشت پرپیچ و خم خاندان پهلوی در پی انقلاب اسلامی ایران. وقتی که اعلیحضرت فوت فرمودن بی نهایت در اون اثر بد گذاشت روی عشق و علاقه که داشت و به همین دلیل هم مدتی خودش رو تنها نگه می داشت و من این سعادت داشتم که گاهی خود با هم درد دل بکنم. علیرضا پهلوی در 18 اردیبهشت 1345 در تهران متولد شد و در بحبوحه انقلاب به آمریکا رفت. او قبل از مرگش دانشجوی دکترای دانشگاه پرینستون در رشته مطالعات تاریخ و زبانهای باستان ایران بود. کسرا نجیبی بی سی.